سلام خوش اومدید به کلاس درس یک دسته از توابع که دیگه در بسیاری از معادلات طبیعت در فیزیک شیمی و حتی علوم اجتماعی به طور خاص خیلی ظاهر میشن توابعی هستن که ما خیلی وقتها بهشون میگیم توابع نمایی یا اکسپوننشال فانکشن و البته توابع لوگاریتمی که معکوس توابع نمایی هستن یعنی تابه معکوس یک تابه نمایی معمولا یک تابه لوگاریتمی میشه این توابه خیلی جاها ظاهر میشن مثلا رشد اقتصادی کشورها رو اگر شما بخواید مدل بکنید خیلی وقتا یک معادله نمایی خواهید داشت مثلا جمعیت یک کشور بنابراین بذارید من بنویسم مثلا این کاربورت ها رو مثلا جمعیت یک کشور رو وقتی شما میخواید مدل بکنید خیلی وقتها به صورت نمایی این جمعیت رشد میکنه یعنی یک همچین مسیری که حالا من میکشم ولی بعدش پاک میکنم طی میکنه جمعیت یک کشور و وقتی که مثلا میخواید مطلوبیت آدم ها از مصرف رو در اقتصاد مدل بکنید یعنی میخواید ببینید که مثلا من با مصرف ده واحد از یک کالا چقدر خوشحال میشم و بعد با مصرف 20 واحد از اون کالا چقدر خوشحال میشم مثلا 20 واحد شیرنی در این صورت تابع لگاریتمی خیلی اینجا مطرح میشه و خیلی جاهای دیگه شما با توابع نمایی و لوگاریتمی در طبیعت کار دارید و بنابراین یکی از مهمترین توانایی هایی که شما در علوم مختلف لازم دارید اینه که بتونید با این توابع بازی بکنید اعمال محاسباتی روی اونها انجام بدید و به طور خاص بتونید از اونها مشتق بگیرید و من برای اینکه فقط یک بار دیده باشید شکل یک تابع نمایی رو اینجا میخوام براتون آها صفحه ویکیپدیای تابع ای به توان x رو بیارم که ای عدد نپر هست حالا دقیقش چقدر هست خیلی مهم نیست اما این یک همچین شکلی از تابع نمایی و خیلی از تابع های نمایی دیگه هم یک همچین شکلی خواهند داشت این تابعی که الان من براتون شکلش رو آوردم تابع fx مساوی با ای به توان x هست که ما به این e میگیم عدد نپر و این تابع نمایی طبیعی هست یعنی خیلی خیلی به طرز عجیبی پرکاربرد هست و در طبیعت دیده میشه و این عدد نپر از کجا میاد این عدد نپر یا همون e مساوی هست با این عبارت که اینکه این از کجا میاد رو دیگه من الان نمیخوام بگم باید به من اعتماد بکنید اگر من حد h به سمت صفره یک به علاوه اچ به توان یک چم رو حساب بکنم بنابراین اگر من این حد رو بیام حساب بکنم میشه نشون داد که این حد برابر با ای یا عدد نپر میشه که این عدد تقریبا برابر با دو ممیز هفتاد و یک 82 هست و البته این ادامه داره یک از های مهم ریاضی بنابراین من یک همچین تابعی رو میتونم تعریف بکنم بیام دو باید 71 82 و و و رو به توان x برسونم و خروجی همیشه به صورت تابعی از x تعیین میشه و حالا سوالی که میخوایم ما هم حل بکنیم اینه که دی ای به توان x به دی ایکس چقدر میشه من برای این کار میام از تعریف خود مشتق استفاده میکنم من میدونم که این مساوی میشه با حد اچ به سمت صفر ای به توان x به علاوه h منهای های ای به توان x تقسیم بر h درسته که من میتونم اینو باز هم یک مرحله ساده تر کنم بگم این مساوی میشه با حد h به سمت صفر ای به توان x ضرب در ای به توان h منهای یک تقسیم بر ایچ. من صرفا از یک ای به توان x صورت فاکتور گرفتم میدونید که ای به توان x به علاوه اچ مساوی میشه با ای به توان x ضرب در ای به توان h بنابراین من میتونم بگم که این مساوی میشه با ای به توان x ضرب در حد h به سمت صفر ای به توان h منهای یک تقسیم بر h چرا این اتفاق افتاد چون این ای به توان x که من اینجا دارم هیچ رابطه با اچ نداره بنابراین در این حد مثل یک عدد ثابت باهاش برخورد میشه این یک عددی هست که من اچ رو هر چقدر تغییر بدم ثابت هست بنابراین میاد بیرون حد و من صرفا لازم دارم که از این عبارت مشتق بگیرم بنابراین من برای این که این حد رو حساب بکنم البته لازم دارم از این عبارت حد بگیرم برای اینکه من این حد رو حساب بکنم این حد اصلیم رو لازم دارم که این حد رو حساب بکنم این حد ای به توان h من های یک تقسیم بر h حالا بیاید یک سر بزنیم به این تعریف اصلی عدد نپر من میدونم که حد h به سمت صفر یک به علاوه h به توان یک چون مساوی میشه با ای یا عدد نپر معنی این چی هست؟ معنی این با استفاده از تعریف حد این هست که در حقیقت من میتونم این رو بگم این حالا این علامت منظورم این هست که معنی این عبارت این هست که در نزدیکی های صفر بنابراین در نزدیکی های صفر من میتونم بگم که یک به علاوه اچ به توانی یک اچ یعنی اگر اچ خیلی نزدیک به صفر باشه تقریبا این عبارت برابر میشه با ای عدد نپر دقیق معنی حد این هست دیگه میگه اگر اچ رو هر چقدر به صفر نزدیک و نزدیکتر بکنی در این صورت این حد به ای نزدیک و نزدیکتر میشه به عبارتی این عبارت به ای نزدیک و نزدیکتر میشه به عبارتی هرچقدر چقدر این اچ نزدیکتر بشه به صفر این عبارت تقریبا نزدیک و نزدیکتر میشه به ای بنابراین این معنی این حدی هست که من اینجا نوشتم این تقریبا برای همه حدها شما این رو دارید یعنی شما اگر در حالت کلی بگید که حد X به سمت A Fx میشه L معنیش این هست که در نزدیکی های A شما میتونید Fx رو تقریبا مساوی با L فرض بکنید این دقیقا تعریف حد هست بنابراین من میتونم این کار رو بکنم و بگم که در نزدیکی های من تقریبا این برابری رو دارم حالا من میام چیکار میکنم حالا من میام حالا که این برابری رو دارم میام هر دو طرف این برابری رو به توان اچ میرسونم بنابراین این عبارت سمت چپ به توان H مساوی میشه با سمت راست به توان اچ اما سمت چپ به توان H این اچ با این اچ ساده میشن بنابراین من نتیجه میگیرم یک به علاوه اچ به توان یک تقریبا مساوی میشه با این هم تقریبا هست ای به توان اچ ولی من این برابری رو به که خیلی تقریبی دارم اونهایی که ریاضیدان هستن خیلی گیر ندن من میدونم یک مقداری دارم غیر دقیق کار میکنم اما در حد ریاضیات دبیرستانی این اثبات کاملا درست هست و کار میکنه حالا که من میخوام این حد رو حساب بکنم وقتی که میخوام این حد رو در حول و هش اچ مساویه با صفر حساب بکنم میتونم بیام و به جای اچ که اینجا دارم ای به توان اچ منهای یک رو قرار بدم دیگه چون من از این عبارت نتیجه میگیرم که اچ مساوی میشه با ای به توان اچ منهای یک تقریبا مساوی میشه در حول هوش صفر بنابراین من این حد رو میتونم بنویسم که مساوی میشه با این حد ای به توان x حد اچ به سمت صفر ای به توان اچ منهای یک تقسیم بر به جای اچ مینویسم ای به توان اچ منهای یک و این دوتا همدیگه رو ساده میکنن این مساوی میشه با ای به توان x یعنی این حد در مجموع مساوی با یک میشه چون صورت و مخرجش با هم در نزدیکی های یک تقریبا برابر هستن در نزدیکی های صفر و هر چقدر من به صفر نزدیک تر بشم مخرج و صورت با هم برابرتر میشن. بنابراین این عبارت کلا میشه ای به توان x چه نتیجه ای می میگیرم من من نتیجه میگیرم که دی ای به توان x به دی x مساوی میشه با ای به توان x یعنی اگر از تابع ای به توان x یا عدد نپر به توان x مشتق بگیرید خودش تولید خواهد شد به عبارت دیگه شیب به خط مماس بر تابع ای به توان x در هر نقطه از اون برابر هست با ای به توان x این یک خاصیت بسیار بسیار مهمه تابع نمایی تابع نمایی یا اکسپوننشال فانکشن هست که ای به توان x باشه